تمام چیزهایی که اینجا میبینید کپیه، دکور. دکور ما کپیه از یه برنامه ایتالیایی، یعنی تصویرشو بچه آوردن ما دیدیم، عینشو ساختیم، عینشو. کوچلوار من از یه برنامه آلمانی کپی شده، عینشو ساختیم، دادیم دوختن از روی فیلم. طراحی جدید برنامه، طراحی نور، مثلا کپیه از یه برنامه آلبانیایی که توی شبکه اونا پخش میشه. این دوتا مبلا رنگش، طرحش، دوختش کپیه از یه برنامه اسپانیایی. اینا رو میگم که همه رو راحت کنم همین اول کار، کسی دیگه مشکلی با کپی دکور و این چیزا نداشته باشه. خیلی چیزای دیگه هم کپی، هی به مرور یادم میفته میگم. این از این. ما یه مدت نبودیم، چه کردن دوستان با شایعاتشون، شایعه مثلا آمار گرفتیم. در طول این مدت به طور تقریبی در هر ثانیه 12 شایعه برای دور همی ساخته شد. گفتن مدیری با تلویزیون دعوا شده رفته، آخرش چند نفر سر تلویزیون گرفتن بردن، وگرنه مدیری که ولکن نبود. گفتن دیگه منتظر دور همی نباشید، مدیری برای همیشه از ایران رفت. اونور یه شبکه داره برای خودش تأسیس میکنه به نام جوج تیوی. اینی هم که الان ایرانه، بدلشه، یعنی من، اسم واقعیش نعمت برزوکلای است، سمت باغ رباط تراشکاری داره. گفتن مدیری انقدر افسرده شده اصلا دیگه نمیتونه برنامه اجرا کنه. دیدیمش کنار پیاده رو نشسته، داشت این بازی نهنگ آبی رو نصب میکرد روی موبایلش. باز خدا پدر مادر اونایی که یکم باسوادترن و بیامرزه اصلاً به این شایعات دامن نزدن، نیست در جریان اخبار روزن. میگفتن تعطیلی دور همی طبیعی بوده، درست فردای روزی که نفت خام دریای برنت شمال کشید بالا، دور همی کشید پایین. از حق نگذاریم، بعضی هم هیچ شایعه‌ای برای ما نساختن، مثل آقاها نشستن تو فضای مجازی فحششونو دادن. وقتی صبح تا شب فحش میدادن وقتی رفتیم که چرا رفتین فلان فلان شده ها، از وقتی هم گفتیم داریم بر میگردیم دو برابر فحش میدادن که چرا دارین بر میگردین فلان فلان شده ها. اینا خیلی آقان بدون این که به کسی توهین کنن فوششونو میدن. با تلاش بیشاعبشون کلی فوش جدید وارد فرهنگ لغاتمون کردن. بچه 16 ساله دیدم که میگن از صبح تا شب داره توی فضای مجازی فوش میده، یه دونه تکراری توش پیدا نمیکنی. اگر این استعداد درخشان نیست چیه؟ بچه فحش درست کرده، دو کلمه، دریایی از معنا درش نهفته است، تمام اقوام تو شامل میشه. تهش هم باز گذاشته که اگه یه وقت در آینده دومادار شدی اونم پوشش بده. خلاصه خیلی پیچیده شده فحشا، یعنی اول که میشنوی دست کو میدی میگی فدات شم قربانت، 20 دقیقه که میگذره متوجه میشی چی گفت. یکی از روش‌های مبارزه با شایعه
اینه که آدم خودش همه جا حضور داشته باشه که سریع شایعات رو تکذیب کنه. خود من فکر کردم که این کارو بکنم. یه چند تا سفر داشتم به چند شهر، تو نمیدونم خبراشو دیدی، ولی این روش هم مشکلات خاص خودش رو داشت، چون اصولا مردم خیلی محبت دارن. مثلا یکی اومد توی لای دست و پا و کفگرگی و زیر یخم و اینا یه قاچ هندونه شطوری داد به من، گفت میل کنین. گفتم الان اصلا شرایطی نیست که من هندونه شطوری گاز بزنم. یا یه شهری رفتم، روش سلفی گرفتنشون خیلی جالب بود. نمی اومدن با هات سلفی بگیرن، می گفتن بیا با همون سلفی بگیر. نمیگم کدوم شهر. می گفتن آقای مدیر چی؟ می گفت میگفتن های مدیری میشه با هم عکس بندازیم؟ میگفتن بله. میگفت خب بیا. هر کی از اونور خیابون اشاره میکرد سری میدویدم باش سلفی میگرفتم. یا یکی دیگه اومد سلفی بگیره، شارژش تموم شد، دست منو گذاشت تو دست رفیقش، گفت اینو محکم نگه دار، من برم اینو شارژ کنم بیام. واقعا میگم همه اینا رو. یکی دیگه دست انداخته بود گردنم که سلفی بگیره، من دیدم هی داره کار میکنه و گفتم آقا گرفتی؟ گو الان. گفتم گرفتی؟ گو الان. گفتم پیداش نمیکنی؟ گفت صبر کن چند تا پست جدید گذاشتن دارم فحش میدم. خلاصه خیلی برای جلوگیری از تولید شایعات کمکی نکرد این موضوع. به نظر من باید در این زمینه فرهنگ سازی بشه، مثل قضیه کمربند ایمنی که تا گفتن شست و من جریمه شه زارب فرهنگ سازی شد. یعنی از فردا صبح همه کمربند بستن. این فرهنگ سازی خوبه. حالا مسئولین خواهش میکنم لطفاً یه مصوبه جدیدی یه کاری بکنن، یه مالیات بر شایعه افسوده‌ای، یک عوارض شایعه‌ای، یک آرمی چیزی ما بچسبونیم رو پیشونیمون که بتونیم وارد محدوده شایعه بشیم. هر کی هم میبینه میگه این طرح داره، بذار این شایعه‌شو بسازیم.